دیوید جونز نماینده کنونی پارلمان و وزیر پیشین بریتانیا خواستار اون شد که اقدام علیه سپاه انقلاب اسلامی فراتر از های کنونی برود و لندن نهاد نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بشناسد جونز در مقاله‌ای که در روزنامه تلگرافی بریتانیا منتشر کرده نوشته که چندین سال از نمایندگان پارلمان بریتانیا از جمله او خواستار تحریم سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بودند. او افسوس سویلا برابرمن وزیر کشور بریتانیا که از گزارش های اطلاعاتی مبنی بر افزایش فعالیت های سپاه در بریتانیا و همکاری با گروه های تبهکار برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نگران است ظاهرا به این فراخوان نمایندگان توجه کرده اشاره نماینده پارلمان بریتانیا به اظهارات اخیر براورمن است که بر پایه گزارش های منتشر شده سپاه پاسداران و بزرگترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیا میداند عواسط مرداد روزنامه ساندی تایمز لندن در گزارشی نوشت که وزیر کشور بریتانیا در پی شواهد تازه از نفوذ سپاه در این کشور معتقده که سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیا است و همچنین از احتمال افزایش فعالیت های سپاه در بریتانیا و گزارش های اطلاعاتی درباره استخدام باندهای سازمان یافته تبهکاری از سوی جاسوسان ایران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا نگران است. در مقاله دیوید جونز آمده که آمریکا به دلیل نگرانی های مشابه سپاه رو در دوران دونالد ترامپ در فهرست گروههای جنایتکار قرار داد اما با توجه به فعالیت های تروریستی سپاه از همان روزهای اولیه جمهوری اسلامی این اقدام واشنگتن هم بسیار دیر بود اون به اعتراضات سراسری در ایران در آبان ماه چهار سال پیش اشاره کرد که پس از افزایش شدید و ناگهانی قیمت بنزین در کشور به راه افتاد این نماینده پارلمان نوشت که بر اساس آمارها تیه چند روز 1500 معترض از بین رفتند اما با وجود محکومیت این جنایت از سوی دولت‌های غربی و سازمانهای حقوق بشری افزایش قابل توجهی در فشار بین‌المللی علیه حکومت تهران صورت نگرفت جونز با اشاره به گزارش ها از تلاش سپاه برای انجام حملات جنایتکارانه در داخل خاک بریتانیا گفت اکنون سپاه یک تهدید بزرگ برای منافع بریتانیا چه در داخل و چه در خارج است اون تأکید کرد سپاه نه تنها برای مردم ایران بلکه برای امنیت بریتانیا یک خطر آشکار است و دولت باید بدون تاخیر بیشتر فعالیت های آن را محدود کند پیشتر و در خرداد ماه پارلمان بریتانیا در جلسه به بررسی سیاست دولت در قبال جمهوری اسلامی پرداخت. در آن زمان تعدادی از نمایندگان بار دیگر با برشمردن اقدامات تروریستی سپاه و تهدیدهای این نیروی نظامی در منطقه خاورمیانه سراسر جهان و حتی داخل خاک بریتانیا خواستار جنایتکار خواندن سپاه پاسداران شد با وجود اینکه سپاه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در فهرست گروههای جنایتکار قرار گرفته اما اتحادیه اروپا کانادا و بریتانیا هنوز چنین اقدامی را انجام ندادند دوربین مدار رو با پایه و با همه چی کندن آوردن راه پلیس ها رو بستن یک سال از آن گشت کثیف گذشت. رحیم قمیشی نوشته قبل از اعتراضات پاییز 1401 دختر جوان و نازنین دوستم را به دلیل زن شرکت در حرکت اعتراضی در تهران بازداشت کرده بودند وقتی که او را تنهایی چند مرد درشت هیکل در ماشینی انداخته و به جایی منتقل میکردند معمولی که عقب و کنار دختر دوستم نشسته بود شروع میکند اندام دختر معصوم را دستمالی کردند دختر فریاد میزند پدرم از سرداران زمان جنگ است او همه شما را میکشد پدرش دوست من بود کدام سردار همه اینها را پدرش با قصه و بغض عمیق برایم تعریف میکرد رحیم دخترم نمیداند ما بعد از جنگ حتی خودی هم حساب نمیشویم ما جایی نداریم فریاد بزنیم جایی نداریم حتی درد و دل کنیم ما متهمیم به فریب خورده متهمیم به فتنگر بودن هم کلی تلاش کرد تا فقط دخترش را به طور موقت آزاد کند تا پس از مدتها زندگی در زیر تیغ محکومیت او حکم تبرئه دخترش را بگیرد حالا ما هاست دوست دوستم زیر نگاه طلبکارانه و به حق دخترش آب می شود. دخترش او را سردار می داند ولی او هیچ کاری نمی توانست بکند. هر کی به پترش رسیده گفته پیگیری نکن همین است که هست به هیچ جا نمی رسی. از معمور حکومت اسلامی آن هم ناشناس نمی شود به جایی رسید و او دلشکسته قبول کرد. در نظامی که فکر می کردیم قرار است عدل علی باشد ببین به چه ذلتی افتادیم به چه فضاحتی به چه کسافتی. چند ماه نگذشته بود ژینا در دست گشت ناارشاد حکومت دیکتاتوری جانش گرفته شد دلمان چقدر سوخت اما وقتی با اراده جوانان شجاعمان آن گشت نحس برداشته شد چقدر خوشحال شدیم برخی رفقایمان گفتند گشت ارشاد نباشد نمیدانید فردا دخترانی با مینیژوب خواهند آمد و ها و کشورها را به فساد خواهند کشید راستش کمی هم ترسیدیم اما یک سال گذشت جز احترام جز حیا جز محبت جز بزرگی از مردم از خانوم ها و از مردم ندیدیم یک سال از با نبود آن گشت کثیف دختران ما نفس میکشند و مثل انسان زندگی میکنند از آن روز بیشتر فهمیدم همه ی آنها که ما را میترسانند اگر جمهوری اسلامی نباشد کشور از دست میرود فساد میآید ایران تجزیه میشود آمریکا بر مقدرات ما حاکم میشود همه دروغ میگویند همه مگر شما نبودید میگفتید گشت ارشاد نباشد همه لخ میآیند بیرون خجالت نمیکشید امروز بزرگی نجابت مردم را نمیبینید فقط از یک فساد بسیار بزرگ آزاد شدیم فسادی به اسم هجاب اجباری اسلامی فردا هم که حکومت دیکتاتوری اسلامی با اتکاب خاص مردم جمع شود خواهیم دید چقدر فسادها کم می شود دیگر کسی خزانه را با ادعای اسلامی خالی نمی کند دیگر کسی پول به نام اسلام نمی دزد. دیگر به دخترانمان به اسم اسلام تجاوز نمی کنند دیگر حاکمی نخواهد بود که وقتی بدبختی و فقر مردم را می بیند بگوید به چه دولتی بر سر کار آوردم چقدر قابل تمجید است این تورم افسار گسیخته این بدبختی مردم این مهاجرت ها این اخراج اساتید این خانه نشینی بزرگان و دانشمندان این هزینه ها برای غریبه ها این تحقیر مردم سالگرد محسا شده من و دوستم شک نداریم نه فقط دخترانمان نه فقط همسرانمان نه فقط پسرانمان خود ما هم پس از این دوران تاریک نفسی به راحتی خواهیم کشید شک ندارم خواهیم گفت خدایا شکرت خدا یا ما را از مصیبت بزرگی رها کردی و حتما فرزندانمان ما را خواهند بخشید دیگر لازم نیست به سر مأمورها فریاد بزنند من پدرم زمان جنگ سردار بوده و ما خجالت بکشیم و قسم بخوریم اینها اصلا زمان جنگ جبهه نبودند آن وقت می نشینیم و حکومتی دموکراتیک را می بینیم و شادمانه نفس آرام می کشیم. حالا شد ثمره آن همه جنگ و سختی آن همه فداکاری جوانها از همت و باکری و جهانها را گرفته تا ژینا و نیکا و محسن و جواد چه خوب شد از حکومت اسلامی آزاد شدیم آری ما همه اینها را خواهیم گفت بزودی